الرحمن الرحیم با کسب اجازه از محترم بزرگان و کسایی که در مجلس با ما هستند، قبل از همه درود میفرستم بر روان پاک شهدا، سردار آزادگان، قهرمان ملی کشور و شهدای قهرمان جان مرکفی که تا این دو سال با خون سرخشان پرچم عزت، اقتدار و غرور را به اعتزاز درآوردند. من جای بسیار افتخار از برم که در محضر استادا و بزرگا امروز سخن میکنم. مخورتر عزیزم که در باره موضوعی به بزرگی و به برناوری که نام مقاومت حمل میکنه سخن بگم و ابراز نظر بکنم که شما بزرگا کوچک نوازی فرمودین و نکات چندی را که گرد آورده میخواهیم که با شما شریک بسازم. از اینکه حوزه مسلک من نظامیست و اصولا اجازه که تشبث بکنم در مورد سیاسی و موضوعات دیگه شما خودم نمیدم، من مشخصا سه بحث را میخواهیم اینجا سرش سه موضوع را سرش بحث بکنم. یکی ایست که چرا پنجشیر سقوط میکنه، یک، و دومش بعد از سقوط پنجشیر ایستادگی دوباره بعد از سقوط پنجشیر یا اکنون، و ضمناً در قسمت آخرش پیشنهادات و از رهگذری نظامی اون مطالبی که نیاز است که البته بخشی مهمی سخنهای مرا تشکیل میده میخوایم خدمتتان به عرض برسانم. بحث اولی من چرایی سقوط پنجشیر است. این که من چرا بحث سقوط پنجشیر را اینجا مطرح میکنم، باید عرض بکنم که پنجشیر به عنوان خواستگاه عزت و غرور ما که به خط زرین در تاریخ حک شده، پس به این خاطر اما شکستدی تهاجم قشون سرخ شوروی و سیاه طالب ها در پنجشیر نامش بسیار بلند برده و درسه ملی و بین المللی بالای اون محاسبه شده و حساب باز میکنه و بدون ترتیب، یعنی آنقدر که طالب و دشمنای ما بالای پنجشیر محاسبه داشت و در قسمت پنجشیر اون چشم میزد، یعنی از اونو دولتی با او بزرگیش و با او ناتو چی نداشت. پس دلیل چیسته که ما نتانستیم پنجشیر حفظ بکنیم؟ مشخصا در قسمت پنجشیر هرچند که موجود است و اگر توضیحات بتیم وضعیت را مشخص بسازیم موارد زیاد دوبار میگیره، ولی بلازی که زیاد وقت نشود بسیار به طور مختصر ما چند مورد. یکی است که انگیزه و مورال نبرد که بدون شک نخستین شاد در یک جنگ و مورال میباشه که ما به خاطر چی میرزم، این را مورد بحث قرار میدم. دومش استراتژی جنگ ماست که البته به شکل مقایسوی استراتژی جنگ را که طالب طرح کرده بود و ضد استراتژی یا کانتر استراتژی که ما باید در مقابل دشمن میداشتیم، فاکتورهایی را که میتانست ما را کنه تا دشمن شکست بدیم در پنجشیر، و قسمت چهارمش هم دلایل سقوطش است. اولش بحثی انگیزه است. بهتر میفهمیم ولا ورثه جنگ یا هر بود انسان ها را اگر ما مطالعه بکنیم به وضوع در بیابیم که یک انگیزه و یک اراده و یک نیت در این وجود میداشته باشه. علم جنگ به ما میگه که چهار محرک اصلی در جنگ وجود داره: یک، عقیده، دو، سود مادی، سه، ترس، چهارمش حیثیت و پرستش. یعنی چهار محرک است که ما میداره که باید چی بکنن؟ جنگ بکنن. هرچند که عوامل دیگه هم هست، ولی به طور کلی این چهار بخش دانشمندان و تئوریستان های جنگ به عنوان محرک اصلی جنگ معرفی میکنن. نظریه پردازی معروف دانشمند نظامی به نام لیدل هارت سخن داره، میگه که نبرد واقعی میان اراده هاست، تلاش صورت بگیرد تا اراده طرف
بدون اینکه جنگی صورت بگیره و خونی ریخته شود شکست بخوره. یعنی به این معناست که اراده و انگیزه نقشی بسیار بسزار داره. طالب چی انگیزه داشت از جنگ میشه؟ اینکه در خفا رهبرای از چی انگیزه داشتن و پلانا و برنامه شروعشان چیز ما سری از اون بحث نمیکنیم، ولی ظاهر قضیه اینمی بود که اونا بخاطر جنگ با قوای خارجی و مچن بحث یقیدویشان مطرح بود که از ابتدا تا انتها کلشان یعنی روی یک محور یک فکرشان واحد بود و بحث دیگه طرفی ما بود که ما در پنشهر بودیم. پس از لحاظ انگیزوی ما به سه بخش تقسیم شده بودیم. یک تعداد کسایی که پنشهر به عنوان خواستگاه مقاومت و استادگی و به عنوان سمبول افتخار و عزت می دانستند، پس هوشمندی طلبی و تکتازی طالب ها برایشان بسیار حیثیتی شده بود. این یک طیف افراد بود. دوم کسایی که در پنشهر رفته بودند می خواستند مقاومت را برای بندازند، اینا از ترس تعقیب طالب ها به پنشهر رفته بود که محرک دومیشه براتان گفتم ترس هست نه. و سومین کسایی با انگیزه سودجویانه رفته بودند. انگیزه سودجویانه. ابن خلدون یک گپی بسیار جالب و خوب داره، میگه که پیروزی در جنگ با کسی تعلق میگیرد که از عصبیت واحد پیروی میکند. عصبیت واحد یعنی داعیه برتر نظامی سیاسی، داعیه و روایت برتر پیروزی باوری به بار می آورد. باورمندان یا حتی شکست را نیز پیروزی فکر می کنند و حاضر به تحمل هر نوع مشکلات و چالش ها در به پیروزی رساندن باورایشان می شود. نمونه مثال اگر ما به صدر اسلام مراجعه بکنیم، وقتی که از جزیره العرب یک گروهی که اینا از هیچ حیث اگر از لحاظ منطقی نظامی فکر بکنیم مقایسه با دو امپراتوری وقت مثل روم و فارس شدن رو میتونه، نه از لحاظ تکنیک نه از لحاظ تکتیکش و از لحاظ کمیت هم در اقلیت قرار دارد، چرا یا میتونه که به پیروزی برسن؟ دلیل اصلی و اساسیش داعیه برتری نظامی سیاسی است. اونا به این باورمندی هستند که به ما بشارت داده شده که ما روم و فارس را تسخیر میکنیم و ما مأمور شدیم از طرف خداوند جلال و شانه هدایت داده شده به پیامبر معظم اسلام و ما به عنوان رهروای آنمون را باید اینمی عقیده و باور به جهان پخش و مسلط بسازیم. پس اینا می گفتن اگر در ایران کشته شویم شهید هستیم، اگر پیروز شویم ما چیستیم؟ غازی هستیم و بازم پیروز. پس به این معناست که حتی شکست تکتیکی شکست ها هم پیروزی تلقی بشه اینجا. پس در بحث انگیزه که فاکتور اول گپای ما را شکل میداد ما باخته بودیم بعد شما. این بحث اول. بحث دوم استراتژی نبرد است. بدون شک هم اگه با کلمه استراتژی ما شما بهتر میفهمیم راهبرد و راهکاری که ما را میتونه به مسیر سوق بده این چی هست؟ من کوششم در این بوده که بحث را به شکل مقایسه‌ای چیز بکنم، چون قاعده نظامی این نیست که وضعیت شرح داده میشه و وضعیت از لحاظ دوست و دشمن به تشریح بشه. بعد ما میتونیم با توجه به نقاط قوت و ضعف تصمیم عقلانی منطقی اتخاذ بکنیم. پس ما به این اساس استراتژی نبرد میخوایم که شرح بتم. اول از طالب هم. طالب ها با تجربه‌ای که از مقاومت اول گرفته بودند، با توجه به شکست‌هایی که پیهمی که یا خوردن و نتانستن با نام آرمان و اهدافشان خاصتاً در پنشهر برسن، اینا طی 20 سال برنامه ریزی کردن. استراتژی جنگی را که طالب برانداخته بود یک استراتژی ساده نبود. استراتژی پیچیده و چند مرحله‌ای بود که من به طور مشخصی را به سه اصل تقسیم میکنم. یک، محروم سازی پنشهر از عقبه های استراتژیکش. محروم ساختن پنشهر از عقبه های استراتژیکش با جذب نیروهای گجر در سلسله کوههای خوست و فریل، فرخار و سرج و جابجا ساختن طالب ها تحت نام ناقلین
در مسیر فرخار و ماورای کوچه و کوریدور پنشیر تاجکستان بردان ساده بود. این یک بحثی کلانی بود که تایی 20 سال ما خبر چی یعنی یک تغافلی بسیار بزرگی ما رو نشان داد و یه استراتژی طالب بود که تحقق پیدا کرد و این تایی 3 گام چی میشه پله به پله تعقیب میشه که ولی بخاطر اینکه اگر وقت در بعد بود باز لزوم دید بود انشاءالله را شرح میده ولی اگر نبود تنها به اکتفا میکنه. دومین اصل استراتژی دشمن محروم سازی پنجشیر از حمایت بدخشان و حوزه شمال شرق تشکیل میده. طالب ها تجربه ای که گرفته بودن درک کردن که بدخشان و خاصتا چیز کتل انجمن یک مجرا و یک رای عقب نشینی یک عقبه استراتژی که خوب به جبهه مقاومت دور اول بودن و در کنار از این تنها به این که به بدخشان اکتفا نمیکنه حوزه شمال شرق هم سرش تمرکز میکنه. پس این چی استراتژی را به کار میگیره دشمن؟ قسمی که در جریان است ما شما دو ولسوالی معروفه که وردوج و یکی هم جرم. یعنی از لحاظ جغرافیایی اگر ما مطالعه بکنیم ای چند از چند حیث که به عنوان خواستگاه فرماندهان بزرگ طالب بود و در یعنی مدت خصوصا در 10 سال و 5 سال آخر بسیار نقش آفرینی کرد طالب ها، این چند خوب چیز داره از لحاظ جغرافیا. یک، در مسیر قاچاق معادن قرار داره که این ارزش اقتصادی با طالب داشت. دوم، راه‌های ارتباطی ولسوالی های دگر بود که میتونست که به بدخشان اولیا اشراف کامل داشته باشد و در کنار از این با ایجاد جبهه نیرومند در بدخشان یا تانستند که ایمایت پنشیر از طرف بدخشان که در دور مقاومت قبلی بود قطع بسازنی. دوم موضوعش در ایجه است و ضمناً محروم ساختن جبهه پنشیر از حوزه شمال شرق که با دقیقاً شناسای نقاط آسیب پذیر در بغلان، قندز و تخار می باشد که بدون شک شاید سوال پیدا شود که مثلا تنها طالب در اینجا بود و چیز نبوده، یعنی عاملش نبوده در ناامنسازی شمال. یک گپ نادیده نگیریم که نیروهای ائتلاف به توجهیشان موجود بودی که سیاست های پشت پردش چیز وزیر میشه که بزرگا وضاحت بدن و من لازم ندیدم بگم و در کنارش ایره باید اعتراف بکنیم که برنامه ریزی هدفمندانه اداره کابل هم نقش بسزار داشته. این اصلی چندم بود، اصلی دوم بود. اصلی سوم که در استراتژی دشمن شکل میده اعتقاد به عنصر غافلگیری با انتخاب گذرگاه خواک. گذرگاه خواک بدون شک یک نقطه بسیار استراتژیک و حیثیتیست از لحاظ جنگ برای ما شما. در زمان جهاد و مقاومت به عنوان یک نقطه بسیار اساس و محکم و از او استفاده کردیم. طالب با درک نمی موضوع تلاش میکنه که چیز گذرگاه خواک در تصویرش بگیره. ای از دو لحاظ برای دشمن به عنوان مرکز ثقل عملش که خواک انتخاب میکنه از دو حیث برای دشمن مهم است. یک، غافلگیرانه بود. دومش، پنجشیر به دو حصه تقسیم میکنه. بحث غافلگیرانه سانتزو دیگه یک چیز داره، یک نقل گفته بسیار خوب داره، میگه که پراهمیت ترین بخش یک جنگ حمله به استراتژی دشمن است. یعنی ما شاید در مخیله و فکر ما نمیگشت که طالب بتانه از خواک سر ما هم نبود. این غافلگیرانه بود و ما وقتی متوجه قضیه شدیم که طالب آمد در پیش دروازه ما رسید. و موضوع بحث این که پنشیر به دو حصه تقسیم میکنه دلالت به این موضوع میکنه که دیگه امکان یک قبلشینی تکتیکی تخلیه وسایط ما زخمی ما دیگه ما از ما گرفته شد. این استراتژی گام به گام سلسله به سلسله و بسیار با مهارتی تمام تطبیق شد. پس در این قسمت علمی جنگ با ما میگه ما چی نوع استراتژی را به کار میبینیم. آگاهی ما با انتباه جنگ‌های گذشته، با تجربیاتی را که از دوره جهاد و مقاومت و امی جغرافیای بلا کشیده ما داشتیم، پس ما چی باید میکردیم؟ از دیدی ما 4 عنصر را در اینجا بحث است که البته در اینجا 4 شما ناکام بودیم. یک،
توجه به عقبه استراتژیک جبهه و کوریدور پنشیر و تاجیکستان. اینجا متاسفانه غفلت صورت گرفت و ما نتانستیم را حفظ کنیم. دوم، تخلیه مردم ملکی در دو سال وقت کافی داشت. ما شما این که میگیم که جبهه مقاومت تنها طالب آمد در اوجه، اگر به این باور استیم که با آمدن طالب و سقوط کابل جبهه شکل گرفت، اشتباه ما است. این هم ضعف ماست. و اگر به این باورمندی استیم که دو سال پیش ما آمدیم جبهه را شکل دادیم، کمر مقاومت و مجاهده در پنجشیر بسته کردیم، پس وقتی که نتونستیم به مردم تفهیم بکنیم که بار دیگه جنگ میاد دروازهتون رو تک تک میکنه و شما تلف میشین، این هم یک ضعف کلی به ما بوده. این بحث دومش. سومش، تشکیل یک ساختار قابل اعتماد نظامی و سیاسی بود برای ما. شما تشکیل قابل اعتماد نظامی به معنای از این است که یک گروه منسجم، سازمان یافته و قوی که اینا بتانن نمی اوزای بحرانی را مدیریت بکنن. شاید سوال دهی شود که داوت یک شرایطی که حکومت بود و دگر بود ما نتونستیم، یعنی موجودیت ازی با ما یک بخش اصلی و اساسی بودن. پس تاوری که شاید استیم عرج و مرج نبود یک کوردیناسیون و نبود یک سازمانی منظم نظامی بایستید که از درون فرو باشد جنگ میشون. و چهارمین استراتژی که ما باید می داشتیم توجه استراتژیست های جبهه مقاومت باید به ماهیت احتمالی جنگ آینده نبود. یعنی درک این موضوع می کردن که وقتی که ما در یک شرایط قرار می گیریم، وظیفه استراتژیست نمی باشه که کاری را که در آینده اتفاق خواهد افتاد او را باید بررسی بکنه. یعنی اینا استراتژیشون به این عیار و طرح می ساختن که ما آیا روی کرد تعرضی را به خود بگیریم یا روی کرد دفاعی را. پس در اینجا دو نوع شیوه تعرضی دفاعی وجود داره. قاعدتا در اصول جنگ هر وقتی که از لحاظ کمی و کیفی نیروهای ما ضعیفتر می باشن، ما چاره ای نداریم جز دفاع. دفاع را گروه ضعیف اجرا می کنه. وقتی که طالب مسلط به کل کشور شده بود، ما باید استراتژی دفاعی خود را ترتیب می کنیم. دو نوع رویکرد دفاعی وجود داره. یکی به نام دفاع کشیشی یا به نام الاستیک دفنس میگن، یکی هم به نام دفاع قوی یا استرانگ پوینت دفنس. استراتژی کشیشی به چه نوع استراتژی میگه؟ استراتژی دفاعی کشیشی، دفاع کشیشی را ما زمانی میتونستیم که با واگذاری یک قسمت اراضی به دشمن تا اینکه دشمن بیا و بعد او را غافلگیرانه بکنیم یا یک تومه و دام باشه. نمونه مثال شما بزرگا شاید در جریان سنان که قهرمانی ملی در سالنگ این کار را کرده بوده، وقتی که اجازه میده که دخول میکنن در سوار میان بعد بالاخره رایشان قمشین و قد میشه، دشمن را در محاصره قرار میدن. یکی بود، یکی اگر نمی باشه باز شرایط مثلا زید می بود یا میتونستن با توجه به تجربیاتی که از جنگای قبل بود از شیوهی چی کار میگرفتن؟ دفاع قوی که ای را به تمام معنا باید چی میکنن؟ دفاع میکنن. پس بدون شک ما هرچند که در بعدی را وضاحت دادیم و خصوصا در بخش پیشنهادا، شاید اراضی و اما موانع طبیعی که در پنجشیر وجود داشت تا حدی در دفاع ما را کمک میکرد، ولی کمبود امکانات دیگه تا حدی بود ما میتوانستیم با توسل شدن در جنگ نامتعارف و برای انداختن جنگ های چریکی بالاخره دشمن زمینگیر بسازیم که بحثی بعدیش است که انشاءالله را شکل تشریح میکنیم. چهار فاکتوری که میتوانستیم ما از اراضی پنجشیر استفاده بکنیم و دشمن زمینگیرش بکنیم. در چهار فاکتور بحث اولیش اراضی است. اراضی پنجشیر ما که در نقشه دیدیم شکل هرمی را داره. مثلا دربند و چی را شتل میتونه که دو زدی اولیش باشه، وسطش هم میتونیم چی را بگیم مثلا خواک و دره را و قسمت نوک هرمی هرم مثلا خواک تشکیل میده. اگر ما نیروهای ما را به گونه تعبیه می ساختیم دمین اراضی که اینا دینامی پنج قسمت به گونه جا به جای میشد، یه خوبی مسئله در این بود که یکی مرکزیت فرماندهی بسیار خوب به وجود میامد و حاکمیت بالای اراضی صورت میگرفت و ضمناً با مسدود ساختن گذرگاه انجمن و دالانسنگ و مینگذاری بسیار قوی کتل خواک، ما میدانستیم که حداقل ضرب شست نشان بتیم به دشمن و دشمن را چی شده زمین گیر شد.
دوم موضوع ما شناسایی سلاح استراتژیک است. هر جنگ مطابق اقتضاعات و شرایط سلاح استراتژیک خود را داشته باشد. جنگ با طالب سلاح استراتژیکش انتحاری بود. سلاح استراتژیکی که پنجشیر داشت با توجه به شناختی که ما از عراضی داشته بدون شک و ساعات نفوذ ناپذیر در پنجشیر برای کل ماشون معلوم بود. فقط ساعاتی را که قابل نفوذ بود ما از سلاح استراتژیکی در پنجشیر استفاده میتونستیم مهم بود برای ماشون ما. اگر یعنی از دیوی من میتونستیم تنگی دالانسنگ و کتل انجمن هم با انفجار چندین قسمت مسدود بسازیم و تا فاصله های بسیار دور مهمگذاری بکنیم. کتل خواک صرف به عنوان یک رای عقب نشینی در چیز میداشته با اون را مهمگذاری میکردیم. فکر که اگر دشمن این توانایی از این را ایانن اگر پیدا میکرد که از اون مسدود شدگی خودش را تیر میکرد. یعنی باز در مهم ما شما باز زمین گیر میشه. و امثال از این بسیاری ساعات کوهستانی که او میتونست که از رای کوه عبور بکنه یعنی ما مهم فرش میکردیم. پس در اینجا موجودیت 3000 نفر در صورتی که 1000 نفر ما با انجمن و دالانسن جایی که مسدود شده تعبیه میکردیم، 1000 نفر دیگه از این را ما مربوط گذرگاه خواب میساختیم و 1000 نفر هم به شکل ریزرو. یعنی دیگه ما نیازمندی ما به کمیت پرسنل گروهد و به تجربه و جنگ نکدگی و به انگیزه از بین میرم. یعنی اگر شناخت از چی پیدا میکنیم سلاح استراتژی بود. دومش انحطاف پذیری استراتژی ماست. انحطاف پذیری استراتژی جنگ های بسیار کلان ما شما شاهد هستیم. مثلا اگر جنگ های ناپلئون بناپارت شروع بکنیم تا اوورماخت که در روس جنگ شروع میکنن و امثال از این در بسیاری بخش های دیگر، اینمی این اتفاق پذیری استراتژی با قمانداران با قوای تصمیم گیری میداد. آن که فرماندهی واحد بود، استراتژی واحد بود، ولی اینا میتونستن هر کدامشان با استفاده از این اتفاق پذیری استراتژی کار خود را پیش ببرند. چهارمین فاکتورش تاکتیکای جنگ چریکی و نامتقارن بود. وقتی که ما دشمن متوقف میساختیم، پیشروی دشمن بند میشد، تدابیر خود را میگرفتیم، نیروهای ما در ساعت تعبیه میشد. چی میکردیم در اینجا؟ ما میتونستیم با توسل به جنگ‌های نامتقارن، کمین بود، قطار اکمالات دشمن را میزدیم، ترور بود، خرابکاری بود، هر آن چیزی که به دشمن میتونست که کمک کننده باشه، ما رو میتونستیم آسیب برسانیم. و این همین قسم آموزش و تجهیز اسلحه های خرابکار در شهرهای بزرگ مثل کابل بود، نیروهای ما در سوات بود. آهسته آهسته جنگ شکل فروپاشی را میگرفت و دشمن چی میشد؟ زمینگیر میشد و ما میتونستیم به دیگر جایا برویم. ولی متاسفانه این همین چیز نبود و معذرت چی ما خلاص بسازم. سانتوزو در اینجا میگه که در صورتی که دشمن میگه در همه جا حاضر باشه، در هر جا ضعیف میشه. پس اینا ما یکی خوب برویت یعنی موضوع که دشمن مصروف شد دیگه و ضمناً انگیزه قویی که قبلا وجود داشت به بنای پنجشیر و سیومش با استفاده از دکترین تمرکز قوا و شکست نیروهای پراگنده. یعنی ما اگه این کارا میکردیم ما به زودی شکست نمیخوردیم و میتونستیم بعد با تواصل به جنگ‌های هایبرید ورفیر یا جنگ‌های ترکیبی روش جنگ تغییر بدیم.